کدام موارد را باید به سفارت فرانسه ایمیل کنیم؟ منظورم از سفارت فرانسه در تهران و اسلام آباد است. ویدیو را تاخیر آخر بینیده باشید قبل از این که ویدیو را ببینید حتما چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی آگاه شوید. قبل از ایمیل کردن شما باید این فرم را قبل از قبل خانپوری کرده باشید که ما در ویدیو قبلی خانپوری فرم را برای شما آموزش و. زمانی که فرم خانپوری کردین فرم چاپ میکنین و عکس خود رو و همچنین امضا میکنین دوباره ایر اسکن میکنین و پی دی اف تبدیل میکنین زمانی که به پی دی اف تبدیل کردین دوباره شما میتونین این فرم را ایمیل کنین و همچنین در قسمتی که در ایمیل برای شما لازم بشه باز شما تشریح که نوعیت ویزا که نوعیت ویزه شما چیست؟ فامیلی است، مثلا استودی است، چی بشر دوستان است، هر نوع که شما قبل از قبل, قبل اپلای کرده بودید، در این فرم خونه پوری کرده بودید، نمبر می نویسید. و مورد بعدی که شما بیاین پایین و در این قسمت که شما امضا میکنید این فرم و همچنین در این قسمت باید تاریخ امضا رو باید نوشته کنید. مورد بعدی که خیلی مهم است در ایمیل رفرنس نمبر از شما میخواید، که این نمبر است یاد شما باشه که فراموش نکنید رفرنس نمبر از این فرم میگیرین که بسیار مهم است که شما دوباره در ایمیل ایمیل کاپی میگیرین در ایمیل درج میکنید که رفرنس نمبر شما این باشه که بخاطر که فرم پیش سفارت که شما میخواین اپلای کنین پیش زنا هست این فرم خب که لازم است که شما ایمیل کنین یک فولده است که نام و تخلص شما کامل طبق پاسپورت و همچنین رفرنس نمبر که نمبر را ما قبلا به شما تشریح دادم که شما هم فرم قبل از قبل که ثبت نام کردین و ریفرنس نمبر در قسمت میرسانین مورد بعدی نمبر پاسپورت شماست که نمبر پاسپورت خوب بسیار دقیق که نمبر پاسپورت خود را در توضیحات ایمیل می نویسین که نمبر پاسپورت شما طبق فرم که قبلا خانه پوری کردین طبق جمع و همچنین تاریخ انقضای پاسپورت شما این اکسپایر دیت این پاسپورت شما تا کدام تاریخ رو وقت داره و مو تاریخ را درج میکنین و همچنین جنسیت شما رو خواستین جن در یعنی مرد هستین زن هستین و یا بعضی جنسیت های دیگه مثلا به عنوان مثال که در جنسیت که مرد و بعد از او تاریخ تولد تاریخ تولد شما بسیار مهم است که دقیق تاریخ تولد رو به اساس ملادی وارد میکنید و مورد بعدی که است نویت ویزه شما که ما قبل از قبل تشریح دادم که نویت ویزه شما مثلا بشر دوستانه است ویزه دانشجویی است ویزه مثلا مرزی است ویزه مثلا ویزه دست یا است چی است هر نوع ویزه که بود شما تیب قضا نوشته میکنید در ایمیل خود مورد بعدی نمبر تلفنی شماست که نمبر تلفنی افغانستان نخیر نباشه نمبر تلفن پاکستان و ایران که زنی بگیم نمبر تلفن باشه و همچنین مورد آخری که است ایمیل آدرس شماست که ایمیل آدرس دقیق می که دوباره اونا می تانه سرک ایمیل آدرس با شما تماس بگیره اگر شما خواستین در سفارت ایران ایمیل کنین این ایمیل از سفارت فرانسه در ایران است و همچنین اگر در سفارت فرانسه ایمیل کردن در پاکستان اسلام آباد ایمیل آدرس از ایمیل سفارت فرانسه در اسلام آباد است. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد. تشکر.